با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش ایرانیان گرامی و درجهیه خدمت و عرض ادب و احترام میکنم با سود پلاس در خدمتون هستم میخواستم اعلام بکنم که یکی از افرادی که تو فوتبال ایران با دو دوزه بازی با دقل بازی با دلالی عضبان با شالاتانیزم تو به مناسب بالای فوتبال برسه شنبه شب شد سرپرست مدیر باشگاه استقلال من صحبت از علی خطیر می کنم کسی که در زمان آقای امیر حسین معاون اجرایی باشگاه استقلال بود اون داستان معروف اخراج آقای وینفرد شفر که استقلال یه رقمی هلوش 700 هزار دلاری یورویی مجبور شد بده تا پرونده شفر بسته بشه بعد اومدن آقای آنرا اسراماچونی که آقای اسراماچونی هم رفتن با در زمان مدیریت آقای امیر حسین فتی و حضور آقای علی خطیر که بزرگترین و یا گرونترین پرونده مالی فوتبال ایران یعنی سال یک میلیون و 700 هزار یورو استرلال مجبور شد همین دو سه ماه پیش به آیا آن را بده یعنی اسراماچونی پولی از استقلال گرفت که در تاریخ سابقه نشد به خاطر همون بدهی آقای اسراماچونی استقلال از لیگ قهرمانان آسیا هست شد نتونست پروانه حرفه بگیره حالا به پرونده تراکتورسازی سازی و جایی دم اضافه بکنید که پشت سرم در کس می باختن و بدهی های میلیاردی داشتن این آدم در بحت و حیرت همگان با رأی هیئت مدیره باشگاه استقلال که از بالا بهشون گفتن چیکار بکنه شد مدیر یا سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال واقعا من میخوام از اون افرادی که در هیئت مدیره باشگاه استقلال در از آقای حمید سجادی وزیر ورزش اون سازمان خصوصی سازی اعلام بکنم این همه گزینه بودن که میتونستن مدیر عامل سرپرست استقلال مثل سعید آذری یا افراد دیگه که بالاخره اسم و رسمی ده. فوتبال دارن و نام خوبی از خودشون برجا گذاشتن چرا علی خطیر استقلالی که این روزا نه بازیکن گرفته یه جورایی از هم پاشیده است این آقا اسم خوبی نداره هواداران استقلال این آدم و مسئول این گرفتاری و بدیهای این مدت استقلال میدونم گفتم استقلال با همچین وضعیت نتونست پروانه حرفه بگیره کسی که با بانی این داستان بود با شالاتان بازی و با دلالیست و هر چی که شما میخوای اسمش رو بذارید تو فوتبال الان شده ما الان شده یه جورایی مشاور عالی فدراسیون فوتبال در رده های بالای فدراسیون فوتبال ورزش ایرانه خب الان هم شد مدیر عامل سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال آقای سجادی من واقعا تبریک عرض میکنم بهتون به خاطر یه همچین انتخاب درجه یکی و اون افرادی که در هیئت مدیره هستن یه جورایی از چاله تو چا افتادن و نشون دادن که در ایران هر کسی دزدی اوز میخوام شالاتان بازی و لاویش قوی باشه و بتونه پله های ترقی رو تهیه بکنه مطمئنا میتونه به جاهای بالایی برسه که در هیچ جای دنیا یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد مطمئنا استقلال روزهای سختی خواهد داشت با علی خطی شک نکنید و این آدم نام خوشی در فوتبال ایران بین هواداران استقلال نداره واقعا اوذخواهی میکنم از این صحبتهایی که در این ویدیو کردم اما شعن و منزلت باشگاه استرال امشب رعایت نتو شب و روزتون خوش مردم ایران